زمین لرزه افتشار یا اشت ریشتری ترکیه که تقریبا 10 ولایت این کشور را به خاک و خون یکسان کرد چنان وحشتناک بود که نه تنها مردم ترکیه بلکه تمام مردم جهان را که حتی دورتر از ترکیه زندگی می کردن وحشت زده کرده است. درست پس از حادثه ترکیه زمانی که مردم دست و آستین برای نجات زخمیان و افراد گیرمانده در زیر آوارها برزدن، گفته می شود که موجودات ترسناک را از زیر آوارها و ویرانه های در این شهر دیدن. بر اساس گواهی رسانه های محلی ترکیه، کودکان و زنان که در زیر آوارها شب را سپری کرده بودند می گویند که آنها در آنجا موجودات ترسناک را دیدن که تا کنون نظیرش را ندیده بودند. به همین دلیل گفته می شود اکثر کودکان و زنان که از این حادثه زنده مانده در حالت شوک زده بستری‌ان و وضعیت خوب ندارند. از سوی دیگر برخی کارشناسان می گویند که اطفال و زنان در این حادثه ترسیده و وحشت زده شده و این که می گویند اشیای ترسناک را در زیر آوارها و مناطق ویران شده دیدند ناشی از امین ترس است که بر آنها غلبه کرده. بر اساس معلومات منابع گفته می شود که مناطق زلزله زده ترکیه به شدت وحشتناک شده و هر گوشه و کنار آن غم و اندو و ناله و فریاد مردم بلند است. قرن هاست که انسان ها و دیگر موجودات با مشکل زمین لرزه یا زلزله قربانی فراوان را دادند. نظر به گفته علما وقت انرژی در یک کمربند زمین بین سطح سخت و نرم زمین ذخیره می شود و با تغییر موقعیت انرژی زنگ ها و نقاط سخت زمین تغییر موقعیت می دهد که باعث لرزش زمین می شود. زمین لرزه در مناطق نزدیک بحر باعث آبخیزی و سیل می شود که چند سال پیش در ژاپن رخ داده بود. زلزله عموماً در عمق ده ها کیلومتری سطح زمین اتفاق می افتد و عمق زمین لرزه امروزی ترکیه صرف 10 کیلومتر در زیر زمین بوده است.